سخن را سرای است، ای خردمند و بن، میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز صنف هشتم. خوش آمدید میگویم خدمت شما شاگردای عزیز به درس زبان و ادبیات دری از مجموعه آموزشی مکتب هادی. عزیزان جان، به جلسه 28 میرسیم. عنوان درس امروز ما مواد مخدر است. در بخش دوم میرسیم به یک مفهومی را با هم بررسی میکنیم که مفهوم جدید نیست، بلکه یادآوری درسهای گذشته در قسمت دستور زبان است. خب شاگردای نازنین، کانال ارتباطی ما را در فضای مجازی دنبال کنید، نمبر ارتباطی ما را فراموش نکنید، 2964-780-255-4013 آماده دریافت نظرات شما خوبان دری زبان است. عزیزان جان، به آخرین جلسه از درس زبان و ادبیات دری خوش آمدید. خب شاگردای نازنین، قبل از اینکه درس جدید را باز کنیم و با هم بخوانیم و مطالعه کنیم، بیاییم ما و شما کار خانگی جلسه قبل را با هم بررسی کنیم. در جلسه قبل سوال داده بودیم که اسم بر اساس شناخت به چند دسته تقسیم می شود، نام ببرید و مثال بزنید. تقسیم بندی اسم به بخش های مختلف بود، به دسته های مختلف بود. یکی از تقسیم بندی اسما دوستان، تقسیم اسم بر مبنای شناخت است که گفتیم که در قسمت دستور زبان، در بخش دستور زبان در جلسه قبل ما یک اسم را بر اساس شناخت تجزیه کردیم، دسته بندی کردیم، تقسیم کردیم. حال برای یادآوری همین مطلب دوباره این درس را و این مطلب را با هم تکرار میکنیم. میگوییم که بر مبنای شناخت، چون میگوییم که اسم بر اساس شناخت، اسم بر اساس شناخت به طور کلی دو دسته تقسیم بشد. یا اسم اسم معرفه است، یا هم اسم چیه دوستان؟ نکره. پس بر اساس شناخت ما دوگانه اسم داریم. چی؟ یا اسم اسم معرفه است، یا هم اسم نکره است. حال تعریفش می شود. اسم معرفه را ما گفتیم چی؟ اسم شناسا یا شناخته شده. هر زمانی که ما یک اسمی را به کار ببریم و او اسم برای مخاطب ما، برای شمای شاگرد مکتب هادی، شاگرد صنف هشتم، برای شما روشن باشه، مشخص باشه، شناخته شده باشه، او اسم را تحت عنوان اسم معرفه در دستور زبان یاد میکنیم. البته شاگرد عزیز، ما میگوییم که اسمهای معرفه دارای نشانه است. دو نشانه دارد که هر زمانی که این نشانه ها را در دستور زبان دیدید متوجه باشید که اسم بعد از این نشانه ها اسم معرفه است. به طور مثال میگوییم نشانه های معرفه، نشانه معرفه، این و آن است.
هر زمانی که شما این دو اسم اشاره این، اسم اشاره آن را در داخل یک جمله دیدید، کلمه بعد، اسم بعد از ای در واقع چی دستان؟ این نشانه ها چی میشود؟ میشود اسم معرفه. به طوری که مثال میزنیم، میگویم چی؟ میگویم احمد این درس را دوست دارد. احمد این درس را دوست دارد. خب میگویم این چی شد؟ نشانه معرفه. درسته شاید عزیز؟ نشانه اسم معرفه. خب کلمه بعد، اسم بعد از نشانه معرفه میشود چی؟ میشود معرفه. پس درس اسم معرفه است. چرا اسم معرفه است؟ چون قبلش چی آمده؟ قبلش اسم اشاره این آمده که اسم اشاره این گفتیم نشانه معرفه است. این و آن هر اسمی که بعدش بیاید چی میشود؟ میشود معرفه. خب نکره چیست؟ نکره برخلاف معنای بالاست. گفتیم که اسم معرفه اسم شناساست، اسمی که برای مخاطب آشناست، غریبه نیست، ولی اسم نکره به اسمی میگویند که برای مخاطب ما آشنا نباشه. میگویم نکره اسم ناشناس یا ناشناخته است. هر زمانی که ما در داخل یک جمله اسمی را داشتیم که او اسم برای ما شناخته شده نباشد، او اسم میشود اسم نکره. اسم نکره یعنی اسم ناشناس. حال گفتیم نشانه های معرفه دو تا بود، این و آن. حال برای اسم نکره دو نشانه موجود است. میگوییم که نشانه های نکره، نشانه نکره دو تاست. یا چیه دوستان؟ یا میگوییم یک و یا هم یا. یک و یا دو نشانه اسم نکره هستند که هر زمانی که ما این دو نشانه را دیدیم متوجه میشویم که او اسم نکره است. مثال میزنیم، میگوییم چی؟ میگوییم حسنیه یک مداد برداشت. حسنیه یک مداد برداشت. خب یک گفتیم چی بود دوستان؟ نشانه نکره. اسم نکره، اسم بعد از نشانه نکره گفتیم چیه دوستان؟ اسم نکره. چرا مداد شده نکره؟ چون گفتیم که قبلش نشانه یک آمده، نشانه یک، یک نشانه چی بود؟ اسم نکره بود. پس این یک نشانه است. یا میتواند در واقع یک یای بیاید که تحت عنوان یای نکره از یاد میکنیم. هر زمانی که یک کلمه نکره، یک اسم نکره، یای نکره رو به خود بگیرد باز هم میشود اسم نکره. به طور مثال میگویم چی؟ من کتابی خریدم. من کتابی خریدم. خب وقتی میگوید کتابی، برای مخاطب مشخص است که چه کتابی است، نام کتاب چیست، نام نویسنده اش چیست، رنگش چگونه است، چه تعداد صفحه دارد، مشخص نیست. پس وقتی که ما میگوییم اسم نکره، اسمی که ناشناسه. من کتابی خریدم. شما ویژگی های کتاب، توضیحات بیشتر کتاب را نمیدانید، چون نمیدانید نه اسم کتاب را، نه نام نویسندش را، نه جلدش را، نه رنگش را. پس چی میشود؟ میشود نکره. پس کتابی میشود نکره. چرا نکره شده؟ چون در انتهای اسم نکره یک یا آمده. این را میگویند یای نکره، یایی که در واقع نشان دهنده ایست که او کلمه برای ما روشن نمی باشد، روشن نمی باشد. خب به طور کلی پس دوستان یک بار دیگر، اسم بر اساس شناخت دو دسته بود، یا اسم معرفه بود یا اسم نکره بود. اسم معرفه شناساز، اسم نکره ناشناس است. هر کدام دارای نشانه هایی است که برای شما توضیح دادیم. خب
خب شاگردای عزیز مکتب هادی، درس جدید را با هم شروع میکنیم. درس امروز ما و شما یک ماده افیونی است تحت عنوان ماده مخدر. میخواییم بیشتر با این ماده مخدر در این درس آشنا شویم. میگوییم که مردم جهان از افزایش و تجارت غیر قانونی مواد مخدر نگران است. ما نگرانی های بسیار مختلف و متفاوتی در دنیا داریم، ولی یکی از مهمترین نگرانی های ما انسان ها در این قسمت است. یعنی چی؟ یعنی ماده مخدر. وقتی این یک ماده است که در هیچ جای دنیا، در هیچ کشوری به عنوان یک ماده قانونی قابل تبادل نمی باشد و به شدت در حال افزایش هست و آثار و پیامدهای بسیار ناگواری در بخش‌های مختلف سلامت و صحت انسان، در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی دارد، همین امر باعث می‌شود که نگرانی انسان روز به روز بیشتر شود. تولید، قاچاق و استعمال غیرمجاز مواد مخدر به کشور یا منطقه خاصی محدود نیست. می‌بینیم که این ماده افیونی در نقاط مختلف در کشورهای مختلف در حال دست به دست گشتن می باشد، به طوری که هم قاچاق می شود، هم در برخی از کشورها تولید می شود و در بسیاری از کشورها نیز مورد استعمال افراد مختلف قرار می گیرد. تجارت سالانه مواد مخدر بیش از 500 میلیارد دلار است. پس یک تجارت بسیار بسیار پرسود است که نشان می‌دهد که این تجارت یک تجارتی است که بسیاری از افراد را می‌تواند اغوا کند. بسیاری از آدم‌هایی که تحت عنوان تبهکاران هستند، تحت عنوان انسان‌های بسیار ناشایست در هر جامعه هستند، همه افراد را تمایل پیدا می‌کند به این سمت حرکت بکند. چرا؟ چون یک تجارت بسیار بسیار پرسودی است که می‌تواند پیسه و سرمایه فراوانی برای افراد به بار آورد. پس تجارت 500 میلیارد دلاری یک تجارت کمی به شمار نمی‌رود. کشت خشخاش، کوکائین و انواع مواد مخدر دیگر به مشکل جهانی تبدیل شده است. می‌دانید که کشت این ماده‌های مخدر در نقاط مختلف بسیار رؤیت می‌شود، بسیار دیده می‌شود و بسیاری از مردم و البته بسیاری از کشورها، بسیاری از حاکمان کشورها به دنبالی هستند که راه نفوذ این ماده مخدر به حدود و ثغور سرزمین خودشان را پیدا کنند و از این امر جلوگیری کنند. و این امر میسر نمی شود غیر از اینکه کشورها، غیر از اینکه قلمروهای سیاسی دست به دست همدیگر داده و یک قانونی را به عنوان قانون بین المللی بین خود وضع کنند و بر او قانون در واقع مستمر باشند و بر او عهد باشند که او قانون را در کشور خود اجرا کنند و از نشر و تولید، از استعمال، از قاچاق این ماده در نقاط مختلف جلوگیری کنند. خب میگوییم پیامدهای مواد مخدر چیست؟ خب شاگردای عزیز، در قسمت پیامدهای مواد مخدر میخواییم یک سری معلوماتی خطاب شما عزیزان بدهیم. خب در قسمت پیامدهای مواد مخدر دوستان، یک نکته هست که قبل از اینکه پیامدها رو ذکر کنیم برای شما اشاره بکنیم و این است که مهمترین عامل اعتیاد یک فرد در جامعه چیست. اولا ما میگیم تماس با این ماده مخدر و سپس تماس با شخص معتاد است. اگرچه میگوییم که اعتیاد یک بیماری مسری نمی باشد، ولی همین که فرد سالم با شخص معتاد در واقع در تماس قرار میگیرد، یک ارتباط اجتماعی میگیرد، همین امر به عنوان یک عامل بسیار مهم در معتاد شدن انسان سالم میگردد. خب پیامدهای در واقع اعتیاد در جامعه چیست؟ میتواند در سطح فردی باشد، میتواند در سطح اجتماعی باشد. در سطح فردی یک شخص معتاد شخصیتش دچار انحطاط میشود. دیگر افراد جامعه او را به عنوان یک وطندار، او را به عنوان یک شهروند قبول نمی کند و انحطاط شخصیتی برای این فرد معتاد ایجاد می شود. مورد دوم در سطح اجتماعی است. می گوییم که اگرچه فرد معتاد می تواند به خود آسیب بزند، می تواند برای خانواده خود، برای جامعه خود نیز آسیب زا باشد. چرا؟ چون قانون خانواده معتاد یک قانون نزاع‌ها و درگیری‌های روزمره است
و همین امر باعث می شود که او خانواده فرد معتاد را طرد کند، او فرد را از خانه بیرون بیاندازد و در واقع خانواده افراد معتاد همیشه نزاع دائمی دارد، دعوا و درگیری فی ما بین در واقع شوهر و همسر، فی ما بین پدر و فرزندان، بین مادر و فرزندان همواره برقرار است و نزاعهایی که در داخل خانواده است این نزاعها دائمی و همیشگی است. پژمردگی چهره خندان پرتراوت جوانان و نوجوانان. اگر خدایی نکرده، اگر خدایی نکرده، خدایی نکرده جوانان ما، نوجوانان ما به سمت اعتیاد گرایش پیدا بکند، همه امر باعث می شود که زیبایی ظاهری خود را از دست بدهند. می دانید که کدام قسمت بدن انسان از همه جلوه‌گری می کند در ظاهر انسان؟ احسن، او چهره انسان است، او در واقع رنگ رخساره شماست، که در واقع انسان سالم یک رنگ رخساره بسیار شاداب، بسیار جذاب دارد، ولی متاسفانه انسانی که معتاد می شود، جوانی که معتاد می شود، نوجوانی که معتاد می شود، دچار پژمردگی جسمی هم می شود، روحی هم می شود. در ظاهر انسان صورت او تکیده می شود، دچار افتادگی می شود، رنگ رخساره او دگرگون می شود و این حالتهای بسیار منفی بالای وضعیت صحت جسمی او رخ می دهد. نابسامانی عاطفی و تمایل به خودکشی. یکی از چیزهایی که در انسانهای معتاد مشاهده می شود، حس زندگی در این افراد از بین می رود یا به طور کلی این حس در درون آنها می میرد. چرا دیگر انسانها حس شادی ندارد، حس شادمانی ندارد نسبت به افرادی که در نزدیک او هست، نسبت به خانواده، فامیل، بستگان، قوم به تمایل می شود، هیچ گونه حس نسبت به افراد ندارد و چون زندگی خود را یک زندگی بسیار بسیار دونپایه می بیند، دست به برخی از اعمال از جمله خودکشی می زند. چرا؟ چون زندگی را برای خود دیگر تمام می داند. همین عوامل دست به دست هم می داد و باعث می شود که زندگی یک انسان معتاد از حالت نرمال و از حالت طبیعی خارج شود. خب معرفی تریاک. دوستان میخواییم در مورد تریاک یک معلوماتی بدهیم. چرا؟ چون گفتیم در اسلاید قبلی یکی از مهمترین عواملی که باعث معتاد شدن و گرایش جوانان نوجوانان به اعتیاد باشد ایست که نسبت به خود ماده مخدر آگاهی ندارن، علم ندارن. اگر آگاهی داشته باشن، اگر علم داشته باشن، گرایش افراد به این سمت در واقع مسدود می شود. خب میگویم که تریاک چیست؟ تریاک یک ماده است قهوه‌ای رنگ یا رنگ نسواری دوستان که از شیره کوکنار به دست می آید. به تصویر نگاه میکنید دوستان، ای گیاه، گیاه چیه دوستان؟ خشخاش می باشد که تریاک از ای گیاه خشخاش گرفته می شود. رنگش چیه دوستان؟ نسواری رنگ است که در واقع از شیره همی گیاه ما تریاک را استخراج می کنیم. این ماده مربوط به امروز و دیروز نیست، مربوط به 5 سال پیش، 10 سال پیش یا در دوره معاصر ما نیست. این ماده یک ماده است که مربوط به 400 سال قبل از میلاد مسیح است. پس این ماده دوستان یک ماده بسیار بسیار قدیمی است که مورد استفاده و استعمال انسانهای قبل از میلاد مسیح نیست به کار گرفته می شود. در آثار یونانی و رومی به این ماده اشاره شده. اگر کتابهای باستانی، کتابهای قدیمی را باز کنیم می بینیم که در داخل این کتابها از تریاک، از مواد مخدر نام برده. پس نشان می دهد که این ماده یک ماده بسیار قدیمی می باشد. مقدار اندک تریاک در تداوی امراض یا تسکین درد مورد استفاده قرار می گیرد. اگر شما بدانید که امروزه برای کاهش درد در شفاخانه از این ماده استفاده می کنم، از هروئین، از در واقع تریاک برای کاهش میزان درد استفاده می شود که جنبه چی دارد؟ جنبه تداوی امراض دارد. اگرچه دوستان استفاده مکرر و بیش از حد این ماده باعث چی می شود؟ اعتیاد اون می شود. بدون توصیه دکتر نباید از تریاک استفاده کرد. چرا؟ چون گفتیم که تریاک اگرچه نوعی خودش میتواند یک در واقع دارو باشد
ولی همه دارو خود میتواند در واقع چی باشد؟ یک ماده مضر باشد بالای صحت و سلامتی شما. زمانی که دکتر شما یک نسخه بنویسد، اون نسخه را برای شما تجویز بکند، از او استفاده بکنید برای درمان مرض خود، برای درمان بیماری خود حق استفاده دارید. ولاغیر اگر غیر ازی استفاده کنید شما در اعتیاد دچار میشوید. استعمال خودسرانه باعث ایجاد امراض گوناگون سرطانی و نهایتا مرگ میشود. میدانید که بسیاری از سرطان هایی که ایجاد میشود، سرطان قلب، در واقع بسیاری بیماری که ایجاد میگردد دوستان، سرطان ریه که امروزه ما میبینیم، سرطان های ریوی نتیجه همیشه همین استفاده بیش از حد از این ماده افیون است. پس اگر در سلامتی خود اهمیت بده، اگر در سلامتی اطرافتان و آینده نزدیکان و خانواده و بچه ها و بستگان و همه برای شما اهمیت دارد، به سمت این ماده افیونی نزدیک نشوید. خب پیامدهای مواد مخدر را دوستان در اسلایدهای قبلی برایتون گفتیم. سه پیامد که در واقع پیامدهای اجتماعی ماده است و بسیار هم مهم است دوستان، باز هم یک مروری با هم میکنیم. میگوییم که سه پیامد اصلی دارد ماده مخدر. یک، دزدی است. بسیاری از دزدی ها، بسیاری از سرقت هایی که در یک جامعه اتفاق می افتد، وقتی که این ترارا، وقتی این دزدا را می گیرن و بازداشت می کنن و با او مصاحبه می کنن، از او سوال می کنن شما چرا دست به دزدی زدید؟ می گوید برای تامین پیسه ماده مخدر خود. اکثر افرادی که دست به دزدی می زنن کسانی هستن که معتاد هستن، برای تأمین داروی خود، برای تأمین این ماده مخدر خود دست به در واقع چی میزنن؟ دوزی میزنن. چرا؟ چون افراد معتاد توانایی در واقع جسمی ندارد، نمیتواند سر کار برون و نیاز دارن برای تأمین ماده مخدر خود به چی؟ به پول. وقتی از راه مشروع، از راه قانونی نتوانستن تأمین بکنن، دست به دوزی میزنن. قتل. متاسفانه برخی وقتا این دوزی ها، این بعد از آوردن پیسه ماده مخدر میتواند با کشتن یک انسان در واقع انجام شود. برخی از افرادی که در واقع معتاد هستند برای تامین نیازهای مالی خود، کسانی که از او سرقت میکنن را مورد در واقع آسیب قرار میدن و حتی شدیدتر ممکن است مورد قتل انجام دهنی افراد را. فساد اخلاقی بسیاری بسیاری متاسفانه، بسیاری بسیاری از چیزهایی که در جامعه ما وجود دارد، از فحشا، از فساد اخلاقی که در یک جامعه حکم فرماست، نتیجه استفاده و استعمال همین ماده مخدر است. خوب شاگردای عزیز، به بخش دوم وارد شویم. بخش دوم ما در حوزه دستور زبان درس جدید و مفهوم جدیدی نیست، بلکه میخوایم درس هایی که تا حال ما و شما با هم مطالعه کردیم، با هم آموختیم، با هم یاد گرفتیم رو یادآوری کنیم. یادآوری رو با هم دوستان مرور میکنیم. پیشینه ها. خب میگویم پیشینه ها چیز؟ کلمات نامستقلی است که قبل از متمم فعل، که نام دیگر این متمم فعل چی بود؟ مفعول غیر مستقیم، می آید و آن را به جمله پیوست می دهد. پس پیشینه ها چی بودن دوستان؟ اولا کلمات نامستقلن، نه معنای مستقل دارن، نه لفظ مستقل دارن، بلکه چنین کلماتی در ساختار جمله می آیند و در واقع به عنوان مفعول غیر مستقیم از او یاد میکنیم. چیکار میکنند؟ ارتباط معنایی بین کلماتی که در داخل جمله هستن ایجاد میکنند. مانند چی؟ مانند حرف به، برای، از، در، تا. این حروف یا این کلمات، کلماتی هستن که تحت عنوان پیشینه از او یاد میکنیم. یک مثال هم بزنیم. میگویم که در این جمله دقت کنید شاگرد عزیز، استعمال تریاک و دیگر مواد مخدر باعث انجام بسیاری از جرائم در جامعه میشود. نگاه کنید کلماتی که برنگ دیگر، برنگ مشخص برای شما آورده ایم، حرف واف، حرف از و حرف در، این کلمات پیشینه هستن که در جمله قرار گرفتن. به تنهایی معنای مستقل ندارن. چرا؟ چون کلمه نامستقل هستن، نه معنای مستقل دارن، نه لفظ مستقل، بلکه در داخل جمله قرار میگیرن و بین کلمات مستقل
ایجاد ارتباط میکنند، پیوند برقرار میکنند. این در واقع شد چی دوستان؟ تعریف پیشینه. خب از پیشینه عبور میکنیم به پیشوند میرسیم. حال پیشوند چیست؟ پیشوندها نوعی وند است که به کلمه های مستقل میپیوندند و کلماتی با معنای جدید میسازند. در حالی گفتیم چی دوستان؟ پیشینه ها معنای جدید را نمیسازند، فقط بین کلمات ارتباط برقرار میکنند، بین دو کلمه مستقل ها، بین دو کلمه مستقل. در حالی که پیشوندها نوعی وند است، نوعی وند است که به یک کلمه اضافه میشود و او کلمه را معنایش را تغییر میدهد. به طوری که میبینید دوستان پیشوندها دو نوع است، یا پیشوندها صرفی هستند یا پیشوندها اشتقاقی هستند که تحت عنوان کلمه ساز هم از او یاد میکردیم. پیشوندهای صرفی فقط و فقط بر سر فعل داخل میشد. چی دوستان؟ نکته، پیشوندهای صرفی فقط متعلق به فعل بود، فقط بر سر فعل داخل میشد. مانند چی؟ مثلا ما فعلی داریم رفت، یک حرف نون را بر سر این فعل قرار میدیم که پیشوند است. حرف نون یک پیشوند است، بر سرش داخل میشود یک فعل جدید میسازد. او رفت را تبدیل میکند به چی؟ به نرفت. میرود، نگاه کنید، رود یک فعل است، حرف می که یک پیشوند است بر سرش داخل میشود میشود میرود. نگاه کنید دوستان، پس این شد پیشوند صرفی. پیشوندهای کلمه ساز یا اشتقاقی او پیشوندهایی هستند که فقط بر سر اسم داخل میشود. گفتیم پیشوندهای صرفی بر سر فعل بود، پیشوندهای اشتقاقی یا کلمه ساز فقط بر سر اسم هستند. مانند چی؟ مثلا کلمه ادب داریم، ادب هست، یک بی را که یک پیشوند است در ابتدایش اضافه میکنیم داخل میکنیم میشود بی ادب. نگاه کنید، ادب یک معنا دارد، بی ادب یک معنای دیگر. سال، سال خودش یک کلمه است، ام که یک چیه؟ یک پیشوند است در ابتدایش بر سرش داخل میکنیم سال تبدیل میشود به ام سال، معنای جدید به خود میگیرد. پس این شده از پیشوندها شاگرد عزیز. خب مورد بعدی چیه؟ حرف عطف است. حرف عطف چیست؟ میگوییم واژه نامستقل است. حرف عطف مانند چی هستند دوستان؟ مانند پیشینه ها هستند. واژه نامستقل است که بین دو کلمه می آید و کلمه بعدی را به کلمه قبلی پیوند می دهد. ما به طور کلی در حوزه حرف عطف، ما در بخش حرف عطف دوستان یک نشانه بشر نداریم و او حرف واو است. واو که در واقع در بین کلمات قرار میگیرد در یک جمله، بین کلمات مستقل دیگر ایجادشی میکند، ارتباط میکند، ایجاد پیوند میکند. به طور مثال میگویم حسن و رضا به مکتب آمدند. او واوی که بین حسن و رضا قرار گرفته او واو عطف است. ما یک حرف اصلا بیشتر نداریم شاگرد عزیز و او واو است. میگویم حسن و رضا، او واو که میآید حسن و رضا را به یکدیگر پیوند میدهد. پس این میشود حرف عطف ما. مورد آخر چیه شاگرد عزیز؟ واژه هایی که تحت عنوان حرف ربط از یاد میکنیم. ما واو عطف داریم، حرف ربط هم داریم. حرف ربط باز یک مقدار دامنش بیشتر است. واژه های نامستقیل است که به طور عموم دو فقره یا اجزای جمله را به هم دیگر ارتباط میدهد. پس نگاه کنید، حرف ربط میتواند دو جمله را با یک دیگر یا دو فقره را با هم دیگر اتصال دهد، پیوند دهد، یا بین دو کلمه در داخل یک جمله ارتباط برقرار کند. به طور مثال میگوییم که مانند چی؟ مانند حرف نه، هم، نیز، اگر، ولی، چون. این کلمات چی هستن؟ ربط هستن. حروف ربط از این کلمات یاد میکنیم. یک مثال میزنیم، میگوییم که اگر درس بخوانی کامیاب میشوی. اگر درس بخوانی کامیاب میشوی. دو جمله داری، درس بخوانی کامیاب میشوی. چگونه ارتباط برقرار شده بین دو جمله؟ این دو فقره، این دو جمله از طریق حرف ربط اگر به یکدیگر متصل شده. اگر درس بخوانی موفق میشوی. خب حال بین این نشانه هایی که دوستان، چهار نشانه هایی که برای شما گفتیم، چه نشانه هایی بود؟ پیشوند بود، پیشینه بود، واو عطف بود یا حرف عطف بود و حرف ربط بود.
بین این چهار نشانه یک فرقایی هم موجود است. این فرق را میخوایم ما هم بررسی کنیم. میگوییم فرق چهار نشانه از نظر نقش دستوری با یکدیگر چگونه است. میگوییم پیشینه ها حرف ربط و حرف در واقع ات کارکرد پیوندهی و ارتباطی دارد. پس این سه دسته دوستان، سه دسته پیشینه، حرف ات و حرف ربط فقط ارتباط یا بین دو کلمه ایجاد میکند یا بین دو فقره که میتواند دو جمله باشد ایجاد میکند. فقط و فقط وظیفش به لحاظ ساختار دستوری پیوند برقرار گرفتن، پیوند ایجاد کردن بین دو جزء یا دو بخش است. در حالی که پیشوندها این گونه نیست. پیشوندها چگونه است؟ پیشوندها به کلمه ها معنای جدیدی میبخشند. گفتیم مانند چی؟ مانند بی ادب. گفتیم که ادب یک معنا داره، بی که بر سرش داخل میشود میشود بی ادب، یک معنای جدید. سال یک معنا میداد، ام را بر سرش داخل کردیم شد امسال، یک معنای جدید. پس در حالی که پیشوندها معنای جدید، واژه جدید ایجاد میکند، در حالی که او سه دسته دیگر، سه بخش دیگر این گونه نبود، تنها بین کلمات ایجاد ارتباط میکردن. خب مثالش رو بزنیم. میگویم چی؟ پیشینه مواد مخدر مردم را با نگرانی جدی مواجه ساخته است. حرف با در اینجا چیه؟ پیشینه است که بین کلمات ارتباط برقرار کرده. حرف عطف، شخص معتاد از خانواده و جامعه رانده می شود. او واو بین چی آمده؟ بین خانواده و جامعه آمده، این دو کلمه را با هم عطف کرده، ربط داده. حرف ربط، اگر ما تریاک را از بین نبریم، تریاک ما را از بین میبرد. نگاه کنید، اگر حرف ربط است باز هم چی کرده؟ ایجاد ارتباط کرده. پیشوند، نگاه کنید، پیشوند گفتیم چی؟ برخلاف سه بخش بالا، سه دسته بالا، ایجاد ارتباط نمیکنه، بلکه یک کلمه با معنای جدید میسازه. پیشوند چی میگوید؟ بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. درسته؟ انسان بی ادب، ادب خودش یک واژه بوده، بی که یک پیشوند بر سرش داخل شده، ادب یک معنا داشته، بی که داخل شده یک معنای دیگر پیدا کرده، کلمه بی ادب. خب کار خانگی جلسه آینده شما شاگرد عزیز، میگوییم که و میخواییم که شما تفاوت چهار نشانه پیشینه، حرف عطف، حرف ربط و پیشوند را با مثال ذکر کنید. تفاوتش را گفتیم، در قالب مثال برای شما ذکر کردیم. حالا شما میخواییم که همین را یاد بگیرید، در جلسه بعدی برای ما چیکار کنید؟ همین مسئله را حل کنید، برای ما جوابش را ارسال نمایید. خب شاگردای عزیز مکتب هادی، خسته نباشید، مانده نباشید، در پایان جلسه امروز رسیدیم. جلسه 28 درس زبان و ادبیات دری، آخرین جلسه از مجموعه جلسات زبان و ادبیات دری مکتب هادی بود. دوستان عزیز، امیدوارم که این جلساتی که برای شما پخش شد، این کاری که دوستان زحمت کشیدن برای شما در واقع تدارک دیدن، مورد استقبال و نظر شما قرار گرفته باشه. امیدوارم که در سنف‌های بعدی، در سال‌های بعدی شما را باز هم در سنف‌های بالاتر ببینیم. آرزوی ما کامیابی و موفقیت شما در درس‌های مختلف، خاصه درس زبان و ادبیات دری است. عزیزان جان، کانال ارتباطی ما را در فضای مجازی فراموش نکنید. نمبر ارتباطی ما و شما چی بود شاگرد عزیز؟ آفرین، 2096470255413. آماده دریافت نظرات شما خوبان خواهیم بود. کارخانگیتان را برای ما ارسال بکنید، نظر پیشنهاد یادتان نرود. در این آب، در این خاک، در این مزرعه پاک، بجز عشق، بجز علم، دگر هیچ نکاری. خداوند یار و نگهدارتان.